به شما شنوندگان عزیز. در این قسمت برنامه آشنایی با کتاب مقدس پخش خواهد شد. خوشحال می شویم در طول پخش این برنامه با ما همراه شوید. شنوندگان عزیز، به یکی دیگر از برنامه های آشنایی با کتاب مقدس خوش آمدید. در این سری از برنامه ها با هم بخش هایی از کتاب مقدس را مطالعه کرده و میهمان برنامه نیز سوالات خود را که شاید سوالات شما عزیزان نیز باشد مطرح می کند. در این برنامه ها کشیش سیامک امین منصور ضمن این که به سوالات پاسخ می دهد ما را در درک بهتر کلام خداوند که در کتاب مقدس به رشته تحریر در آمده است یاری می کند. همراه با شما عزیزان کتاب مقدس را ورق می زنیم و امید که خداوند ما و شما عزیزان را دانش و برکت عطا کند. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز هم به مطالعه سروده های دیگری که در کتاب مزامیر آمده اند می پردازیم. در مزمور 98 که مشخص نیست چه کسی آن را سروده است، در مورد مسیح و بازگشت پیروزمندانه و قدرتمندانه او به زمین صحبت می شود. در دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم، اکثر افراد جنایتکار موفق می شوند که از چنگال عدالت دادگستری ها و از تعقیب پلیس ها بگریزند و خصوصاً جنایتکارانی که از لحاظ مادی وضعیت بهتری دارند قادر هستند تا خود را از مهلکه درگیری و تعقیب توسط پلیس نجات دهند. اما زمانی که عیسی مسیح باز می‌گردد، او بر دنیا قضاوت کرده و عدالت خداوند را در همه جا جاری خواهد کرد. برای خداوند سرودی تازه بسرایید، زیرا او کارهای شگفت انگیز انجام داده است. او با قدرت بازوی مقدس خود پیروز شده است. خداوند پیروزی خود را اعلام کرد و قدرت نجات بخش خود را به سایر ملل نشان داد. او با صداقت و محبت پایدار خود به قولی که به قوم اسرائیل داده بود وفا کرد و تمام مردم جهان پیروزی خدای ما را مشاهده کردند. ای ساکنان زمین، با شادی برای خداوند سرود بخوانید، با سرودهای خود و آواز شادی او را بپرستید. خداوند را با بربط و سرود ستایش کنید، شیپور و سرنا را به صدا درآورید و با فریاد شادی برای خداوند پادشاه ما بسرایید. دریا و هر چه در آن است، جهان و ساکنان آن به جوش و خروش آیند. ای رودخانه ها دست بزنید و ای کوه ها در حضور خداوند با شادی آواز بخوانید، زیرا او برای فرمان روایی جهان می آید و جهان را با عدالت و انصاف داوری خواهد کرد. در مزمور 99 نیز که سراینده آن نامشخص است، در مورد عظمت و قداست خداوند صحبت می شود. قدوسیت خداوند که از آن در این مزمور و بسیاری دیگر از مزامیر صحبت می شود، نشانگر آن است که او دروغ نمی گوید و ضعف در او نیست. او در زمان و مکان محدود نمی شود و او خطا نمی کند و چیزی برای او غیر ممکن نیست. هرچند که در خداوند گناه نیست، اما او گناهکاران را دوست می دارد و می خواهد که آنها نیز نجات یابند. خداوند سلطنت می کند. ای مردم زمین بلرزید، او بر تخت خود که بر روی بالهای فرشتگان است نشسته است، پس زمین بلرزد. خداوند در صهیون جلوس فرموده و فرمانروای تمام ملت هاست. همه نام پرشکوه او را با احترام بپرستند، زیرا او قدوس است. ای پادشاه قادر، ای دوستدار عدالت، تو برابری را برقرار ساختی و عدالت و انصاف را در اسرائیل به عمل آوردی. خداوند خدای ما را ستایش کنید و در برابر تختش او را پرستش نمایید، زیرا که او خدای مقدس است.
وقتی کاهنان او یعنی موسی و هارون و همچنین سموئیل دعا کردند و از او کمک خواستند، او دعای ایشان را مستجاب فرمود. او از میان ستون ابر با آنها صحبت کرد و آنها دستورات و اوامر او را اطاعت نمودند. ای خداوند، ای خدای ما، تو دعای آنان را مستجاب فرمودی و به آنها نشان دادی که تو خدای بخشنده ای. هرچند تو آنها را به خاطر گناهانشان تنبیه نمودی. خداوند خدای ما را ستایش کنید و او را بر کوه مقدسش پرستش نمایید، زیرا خداوند خدای ما قدوس است. در مزمور بعدی که مزمور 101 می باشد و سروده داوود است، می خوانیم که داوود رحمت و عدالت خداوند را می ستاید و برای آن که خداوند رحمت خود را شامل حال او کند، با خداوند پیمان می بندد تا خود را از بدی ها دور نگاه دارد و تنها مطیع اراده خداوند باشد. حال با هم به آیه های 1 تا 8 از مزمور 101 گوش می دهیم. ای خداوند، رحمت و عدالت تو را می ستایم و برای تو سرود می خوانم. رفتار من بی عیب خواهد بود، چه وقت به نزد من خواهی آمد؟ در خانه خود با پاکی زندگی خواهم نمود، از کارهای بد خودداری می کنم. از کارهای کسانی که گمراه شده اند نفرت دارم و همنشین آنها نمی شوم. از مردم کجرو دوری می کنم و با بدی و شرارت کاری ندارم. آنها را که از دیگران بدگویی می کنند از بین می برم و اشخاص مغرور و متکبر را تحمل نمی کنم. از کسانی که به خداوند وفادارند حمایت می کنم و آنها را در کاخ خود سکونت خواهم داد. آنهایی را که زندگی پاک و بی عیب دارند به کار خواهم گماشت. شخص فریبکار را در کاخ خود راه نخواهم داد و کسی را که دروغگوست در حضور خود نخواهم پذیرفت. همه روزه مردم بدکار را در مملکت خود نابود خواهم کرد و شهر خدا را از وجود اشخاص شریر پاک خواهم ساخت. این طور به نظر می آید که داوود این مزمور را در زمانی سروده است که او هنوز جوانی کنجکاو و کم تجربه بوده است. او برای خود معیارهایی را مشخص کرده است که نشان می دهد یک پادشاه نمونه چگونه باید حکومت کند. آیا داوود خود موفق به رسیدن به این معیارها و استانداردها شد؟ آیا توانست خود از الگوی ساخت خود پیروی کند؟ هرچند که مطمئنن او با تمام وجود تلاش کرد، ولی او نتوانست نسبت به این معیارها وفادار بماند و چندین بار در زندگی خود به گناه آلوده شد. ولی خداوند او را که از صمیم قلب تقاضای بخشش کرده بود از روی محبت خود بخشید و به او ملک و مقام بیشتری را هدیه کرد. و همانطور که می دانیم خداوند به او وعده داد که فرزند او سلیمان پرستشگاه بزرگ را برای یهوه خواهد ساخت. به او همچنین وعده داده شد که از نسل او نجات دهندهی خواهد آمد که مسیح می باشد. حال با هم به مزمور 102 از آیه های 1 تا 28 گوش می دهیم. خداوندا دعایم را بشنو و به فریاد من برس. در روزهای سختی از من روی متاب و به من گوش بده. و چون تو را بخوانم دعایم را هرچه زودتر مستجاب فرما. زیرا روزهای عمرم مانند دود بر باد می رود و استخوانهایم مانند آتش می سوزد. دل من شکسته و مثل کاه خشک و پژمرده شده است. اشتها و میل به غذا ندارم. از بس ناله کرده ام در بدنم فقط پوست و استخوان باقی مانده است. مثل مرغ وحشی در صحرا و مانند جغد در خرابه ها به سر می برم. خوابم نمی برد، مانند پرندهی بر پشت بام تنها مانده ام. دشمنانم هر روز مرا سرزنش می کنند و مسخره کنندگانم مرا لعنت می نمایند.
به خاطر خشم و غضب تو به جای نان خاکستر می خورم و اشکهایم با آبی که می نوشم آمیختند، زیرا تو مرا بلند کرده و بر زمین زدی. عمرم مانند سایه های غروب به سرعت رو به زوال است و همچون گیاه پژمرده می شوم، اما تاج و تخت تو ای خداوند ازلی و ابدی است و تمام نسل های بشر نام تو را به یاد خواهند آورد. می دانم که تو خواهی آمد و بر صهیون رحم خواهی کرد و اکنون وقت آن است تا وعده ای را که داده بودی عملی کنی و رحمت خود را نشان بدهی. بندگان تو آن را دوست می دارند گرچه ویرانه گشته، نسبت به آن رحمت می دارند گرچه خراب گشته. ملل جهان از نام خداوند و پادشاهان روی زمین از عظمت و جلال او خواهند ترسید. انگامی که خداوند صهیون را دوباره آباد کند، جلال و شکوه او آشکار خواهد شد. به زاری بیچارگان گوش خواهد داد و دعای ایشان را اجابت خواهد کرد. این را برای نسل‌های آینده بنویسید تا از کارهای خداوند آگاه شوند و کسانی که هنوز به دنیا نیامده اند او را بستایند. خداوند از جایگاه عالی و مقدس خود در آسمان به زمین نظر افکنده است. ناله های زندانیان را شنید و آنهایی را که محکوم به مرگ بودند رهایی بخشید. در نتیجه نام خداوند در صهیون ذکر خواهد گردید و در اورشلیم او را خواهند پرستید. وقتی همه اقوام و پادشاهان جهان با هم جمع شوند و او را پرستش نمایند، خداوند مرا در جوانی ضعیف و ناتوان ساخت و عمرم را کوتاه کرد. ای خدا نگذار که اکنون بمیرم قبل از آن که به پیری برسم. ای خدا تو تا به ابد زنده هستی، در ابتدا زمین را آفریدی و آسمان ها کار دست های توست. آنها از میان خواهند رفت اما تو باقی خواهی ماند. همه آنها همچون لباس کهنه خواهند شد و تو آنها را مانند ردا عوض خواهی کرد و دور خواهی انداخت و نابود خواهند شد. اما تو همیشه همان هستی و عمر تو پایانی نخواهد داشت. فرزندان ما در پناه تو در امان هستند و در زیر سایه حمایت تو نسل آنها پایدار خواهد بود. در این مزمور شخصی که درمانده است اعتراضات خود را و دردهای خود را در این حالت دعا به حضور خداوند می آورد و از او تقاضای یاری می کند. این دعای شخص جوانی است که از درد به خود می پیچد و راه نجاتی را در پیش روی خود نمی بیند. او خداوند را ستایش می کند و از او می خواهد تا در زندگی او دخالت کرده و درد را از چهره او به کناری بزند. او از خداوند می خواهد تا خداوند به وعده های خود عمل کند و به او رحمت کرده و یاریش کند. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه های رادیوی جهانی پارس را در وبسایت www.persianworldradio.com دنبال کنید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.